سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. امشب در مهلا خدمت سرکار خانم دکتر مریم جلالی هستیم، از فعالان اجتماعی و رسانه، مدیر در عرصه رسانه و کلی تولیدات موندگار. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید. عرض ادب. متشکر از محبتتون. من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و همه همکاران و هم خدمت خانواده های ایرانی، خانواده های فارسی زبان، خانواده های عاشق اهل بیت، هر جایی که صدا و تصویر ما رو میبینن و میشنون. من هم اول عذرخواهی بکنم، به هر حال مقابل شما نشستم. نفرمایید. من هم اصلا انسان حرفه‌ای نیستم. آقای پویانفر، واقعیت قضیه اینه که رسانه یه بخشش تکنیک، یه بخشش حرفه است، اما رسانه یک بخشش آنه. من همیشه میگم جوشش رسانه‌ای مخاطب درک میکنه. بعضی وقتا ما در پیچ و خم تکنیک ها و حرفه ها گم میشیم، اما اون طعم اصلی رو اون جوششی میده که برخواسته از آنه. اگه حافظ میگه بنده طلعت آن باش که آنی دارد، اون آنه باید به دل بشینه. حالا شما که شکست نفسی میکنید، ولی نکتهش اینه که آن محلا حتما به ذائقه مخاطب میشینه، به خاطر اینکه نیت همه خیره و این نیت ها مشخص میشه. بعضی وقتا ما کوشش میکنیم اما جوششه چیز دیگه ایه. بله، حالا من که واقعا روسیه هم، ولی وقتی اخلاص این بچه هایی که پشت صحنه کار میکنن رو میبینم، متوجه میشم که این اخلاصه که باعث شده که مخاطب هم میبینه هم تشویق میکنه ما رو. اصلا ما با بیرون همدیگه سر و کار داریم، ولی با درون همدیگه زندگی میکنیم. اصلا فلسفه هیئت، فلسفه اون جمعی که دور هم جمع میشن، اون نیتهای خالصی که کنار همدیگه جمع شده. شما هنرهای اسلامی رو ببینید، معماری که با وضوع گچکاری میکرده، آینه کاری میکرده، اون کسی که مقرنس میخواسته کار بکنه با ذکر این کار رو انجام میداده. واقعا شاید یه روزی علم کشف کنه که چه اتفاقی در انسان میفته. چون میدونی یه تعریف جدیدی که از انسان میکنن، میگن انسان تنها موجودیه که میتونه باور خلق بکنه، هیچ موجود دیگه ای نمیتونه باور ایجاد بکنه. ولی انسان میتونه باور ایجاد بکنه و مبتنی بر اون باور، مبتنی بر اون بینش، نگرش خلق بکنه و مبتنی بر اون نگرش یه منش و رفتاری تولید بکنه. این ذات انسانه و به خاطر همینم هم میگن تبارک الله احسن الخالقین. این انسان بی‌نظیری که هر وجهیش در هر عصری یه رخ قشنگی از خودش نشون داده. این روزا بیشتر فکرتون رو چی مشغول کرده؟ حقیقتش آقای پویانفر، من از سال 68 تو حوزه خانواده و رسانه کار کردم. اولین دغدغم خانواده بوده و تئوری های توسعه مبتنی بر خانواده. و حالا در بعد از نیم قرن زندگی به این فکر میکنم که چرا ما ابزار حاکمیت رو خانواده قرار ندادیم؟ چرا خانواده از ادبیات حاکمیت جدا افتاده؟ در صورتی که هم عرف ما و هم شرع ما تأکیدات خیلی زیادی داره. هیچ کس هم ناقض خانواده نیست، ولی رویکردهامون خانواده محور نیست. و تمام تلاش من در طی این سالها این بوده که بگم اگر ما خانواده رو سالم و مولد نگه داریم، همه ارکان دیگه، همه ساحت‌های دیگه سالم و مولد باقی میمونن.
این روزها مثل همه سالهای گذشته از دهه 60 تا الان فقط دارم به این فکر میکنم که ای کاش ما به جای دکتر بودن، مهندس بودن، مجری بودن، کارگردان بودن، تهیه کننده بودن، کارمند بودن، مادران خوبی بودیم، پدران خوبی بودیم، پسران خوبی بودیم، با جناق و جاری و عمه و پسرعمه خوبی بودیم. این نقش ها به ما هویتی میده که ما این هویت رو میتونیم در شاکله یک جامعه سالم ببینیم. الان خیلی ها رسیدن به این نکته، یعنی حتی مایکروسافت میگه من ارگانایز نیستم، من فامیلی گروپ هم، به خاطر اینکه کارکردهای خانواده رو کشف کرده که خانواده چقدر میتونه محرک باشه، خانواده چقدر میتونه مؤید باشه و چقدر میتونه ثمر بخش باشه. نگاهتون به عنوان یک مادر، یک فعال اجتماعی به کربلا چطوره؟ حضور خانوم ها در واقع عاشورا؟ ببینید قصه کربلا که اصلا از خانواده شروع میشه، از حج شروع میشه، با خانواده عزیمت میکنن، در بطن ماجرا خانواده حضور داره. تک تک عناصر قصه رو اگر که شما مرور بکنید، چه از حیث زیرساخت و به قول دال مرکزی ماجرا، چه برونداد قضیه، میبینید که نقش خانواده و نقش های خانوادگی، خواهرانگی، برادرانگی، دخترانگی توش پررنگه. و امتداد عاشورام که اصلا کاملا زنانه است، یعنی این حالا حتما شما اشعارشو بهتر از من بلدین، ولی که اینکه کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، زینب نماد بارز یک خواهر، یک همسر، یک مادر، یک زن، یک عمه. ببینید ما بعضی وقتا مفهوم خانواده رو به قول این فروشگاه رفاهی میبینیم، زن و مرد و دو تا بچه، یک گرافیک این شکلی، در صورتی که خانواده ایران و خانواده اصیل انسانی کسیه که از همسایش ارث میبره. مثلا میگه همسایه اینقدر مهمه، هفت و خونه این ور، هفت و خونه اون ور، اگه با کسی همراه بشی، اگه کسی همسفرت بشه، خانواده محسوب میشه. برای همینه میگم تفکر خانواده محور راه گشاست. سه تا عنصری که در قصه کربلا هست، غیرت، همت و معرفته. این سه تا عنصر خانواده هم هست. یعنی شما تو خانواده غیرت میبینی، همت میبینی برای اینکه باید کار کنی، تلاش کنی، و معرفت میبینی. معرفت با همه چیزش، هم شناختش و هم توجه داشتنش. رسمه، حتما این جمله رو خیلی ها شنیدن که میگن مثلا تو رابطه زوجین گذشت خیلی مهمه. من میگم گذشت مهم نیست، درک گذشت مهمتره. چون اگه قرار باشه یکی فقط گذشت کنه، یکی متوجه نشه که این چه گذشتیه، این چه اتفاقی، خوب درک، معرفت گذشت اهمیت داره. توی کربلا و توی اتفاقی که ما حالا به عنوان یه اتفاق تاریخی میشناسیمش و بعد به عنوان یک اتفاق تاریخی کارکرد پیدا میکنه، ساحت‌های مختلف، از ساحت سیاسی گرفته که شیعه رو بالنده میکنه و میشه زیرساخت وجودی تفکر شیعه، و از طرف دیگه میاد و ساحت فرهنگی پیدا میکنه. شما مگه میتونید هنر عاشورایی رو نادیده بگیرید؟ بعد میاد در یک قالبی به نام هیئت تجلی پیدا میکنه که کارکرد تربیتی داره، کارکرد اجتماعی داره، حتی کارکرد اقتصادی داره، کارکرد حکمرانی داره. و به غلط بعضی وقتا ما مدیریت‌های آشفته، مدیریت‌های از بین در واقع مزمحل رو میگیم مثلا اینا هیئتی کار میکنن. واقعا اینجوری نیست. ای کاش هیئتی کار میکردیم. شما ببینید در یک هیئت به عنوان یک کلونی اجتماعی که داره یک قصه رو زنده نگه میداره، داره وظیفه پاسداری از یک فرهنگ رو داره که حالا فرهنگ عاشوراست، همه ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توش تجلی پیدا میکنه. این گره‌چینی‌هایی که حالا شما در دکور استفاده کردید، از شیشه و آینه و چوب و اینا، همه هویت دارن، یعنی شیئی هم که متصل شدن به یه هویتی. و فکر میکنم که هویت عاشورا، زنده موندن هویت عاشورا، ذاتش در زنانگی و در مادرانگیه. چون مادر به وجود میاره،
متولد میکنه، مراقبت میکنه، هرس میکنه، تربیت میکنه، پالایش میکنه، رشد میده و در نهایت مادره که کیفشو میبره و لذتشو میبره. متاسفانه بعضی وقتا دایره معنایی رو ما محدود کردیم و مثلا وقتی که میگیم محرم یا وقتی میگیم عزاداری یا وقتی میگیم هیئت، شجره معنایی که در ذهنمون شکل میگیره خیلی کوچیکه، در صورتی که اینا قابلیت رشد دارن، همونطوری که توی هنر ما، توی فرهنگ ما، توی کارکردهای خانوادگی ما رسوخ کردن. همین الان که من دارم حرف میزنم، من مطمئنم شما خاطرات هیئت‌های بچگیتون، خاطرات روزه‌های هفتگی مادر و مادر بزرگ، اینها همه شاکله شخصیتی شما رو ایجاد کرده و ساخته و این جزء سرمایه اجتماعی ماست و ما بعضی وقتا در هجوم سیمان و ماشین و مدرنیتی که خیلی خوبم هست، جای خودش هم خوبه، فراموش کردیم چگونگی باعث شده چرایی ها رو از یاد ببریم. چطور میبینید وضعیت خانواده رو الان در اجتماع ما؟ من به شدت امیدوارم، برای اینکه خانواده در کنار همه هجمه هایی که بهش میشه، به خاطر ریشه دار بودنش و به خاطر اون پیوند هایی که وجود داره، چون تولید عشق میکنه، چون تولید تربیت و اخلاق میکنه، چون تولید مثل میکنه و چون تولید ثروت میکنه، هر چهار تا پایه رو داره، خانواده باقی میمونه. و حالا این تعبیر منه، من میگم که اگر که پیامبر میگه من خانواده اطرت و قرآن رو امانت میدم، ظرف و مظروف حکمرانی رو داره امانت میده، میگه در ظرف خانواده شما مظروف قرآن رو بریز، محتوای قرآن رو بریز، ولی چارچوب خانواده رو حفظ کن و به عنوان یه دین خاتم توجه میده به این قضیه. نگرانی هایی وجود داره، منم میفهمم، منم درک میکنم که شاید ما به ادبیات مشترک نرسیدیم، ولی همچنان این ظرفیت در خانواده وجود داره که ما به جای گفتن تنها شنیدن رو هم تجربه کنیم. این گفت و شنوده که خانواده رو زنده نگه میداره و ما میتونیم بگیم این خانواده مولده. اینطوری نیست که بگیم که مثلا فقط پدر حرف بزنه یا فقط مادر حرف بزنه یا فقط بچه حرف بزنه. متکلم وحده نمیشه اداره کرد و بر اساس حتی هرمی هم نمیشه اداره کرد. یه چیزی که همیشه به عنوان یک گزاره من دنبال کردم این بوده که وجه تمایز شیعه خرده، وجه تمایز شیعه عقلانیته و انتخاب درست و به موقع و در دایره وسیع معنایی. به قولی میگم که شیعه مجتهد سازه، اجتهاد پروره. بله، مجتهد پروره، واگذار میکنه. و اینکه حالا تو قصه های توی داستان های کربلا، تو مقاتل میبینیم امام حسین کاملا واگذار میکنه، هم آمدنش رو، خانواده رو همراهش، هم و این حالا اسم دموکراسی میخواییم روش بذاریم، هر اسمی که میخواییم بذاریم، این خردورزی مبتنی بر حکمت، یعنی حکمت پایه بودن توی همه، یعنی شما ببینید ما یه پیوستار کامل داشتیم. آقای پویانفر، یکی از نگران کننده ها و یکی از آسیب ها اینه که ما فرهنگمون رو اتمیزه کردیم. هر کی داره تو مدار خودش میچرخه، موسیقیمون توی مدار میچرخه، اقتصادمون توی مدار، مثلا غذا خوردنمون توی مدار، ولی ما یه فرهنگ یک پارچه داشتیم. یه روزگاری هر چیزی که در گنبد داشتیم و تو سفره هم داشتیم، تو لباس هم داشتیم، تو موسیقی هم داشتیم، تو خوراک هم داشتیم، تو ادبیات هم داشتیم، زنجیره متصل به هم، کاملا یه زنجیره چهارچوب داشته. من بعضی وقتا به شوخی میگم، این مثال رو همه جا میزنم، مثل یه پنیر پیتزایی که همه چیزای غیر مربوط رو به هم وصل میکرده، تبدیل به یه پیکره واحد میکرده. واقعا یه همچین چیزی فرهنگ، و در دوره مدرن ما احتیاج داریم به پنیر پیتزاهایی که وصل کنه عناصر نامتجانس رو که به نظر میاد هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، به هم پیوند بده. و ما این ظرفیت رو داریم. خانم دکتر،
یه زمانی بوده، خب مرکز تربیت خانواده بوده، یعنی اعضای خانواده مشخص بودن که آقا اینا تو این خونه بزرگ شدن، هم رنگ هم میشدن. خیلی معدود پیدا میکردن که مثلا میگن ای این اصلا با این خانواده، ولی مثلا تش بودن این اصلا ناجور این خانواده است. مداخلات کم بوده، ولی باید قبول بکنیم که تکنولوژی و خصوصا فضای مجازی یه درهایی رو باز کرده که بچه دیگه فقط تو خانوادهش تربیت نمیشه. درست. یعنی شاید تا 7 سالگی یه بچه فقط تو خونه بوده، با مادرش برفته پارک، مثلا دیگه خیلی آروم آروم عهد کودکی. امروز اینطور نیست. من که نمیدونم باید چی کار کرد. شما به عنوان یک فعال اجتماعی و به هر حال مادرم هستید و تجربه های زیاد دارید، باید به کدوم سمت بریم؟ ببینید، ما باید دست از این تجویزهامون برداریم و با یک نگاه منصفانه فایده ها و مضار هر چیزی رو در نظر بگیریم. ببینید، ما تو قرآن هم داریم این که همه چیز جهان آفریده شده برای توی انسان، یعنی هر آن چیزی که در زمین و آسمانه برای تو آفریده شده. پس ما نباید چیزی رو حذف کنیم، ولی باید تکنیک و ابزار استفادهش رو بلد باشیم و این فقط با احترام و با گفتگو اتفاق میفته. ما باید با هم حرف بزنیم. وقتی با هم حرف نمیزنیم باعث میشه که مثلا مدرسه یا فضای مجازی جای من مادر رو بگیره. مبتنی بر خانواده اگه مدرسه شکل بگیره، مبتنی بر خانواده اگه محله شکل بگیره و من همه اعضا همه رو خانواده، کارمند، مدیر ادارهش رو خانواده محور اداره کنه، اون وقت بچه قاتل بچه‌شه، بچه خطاکار بچه‌شه، بچه نخبه و در واقع سرآمدم بچه‌ش میشه. مدل رفتاری، من میخوام بگم باور ما اگر خانواده محور بشه، اتفاقا فضای مجازی ابزار فوق‌العاده‌ای برای شبکه بودن. من یه دوره مثلا میخواستم با دخترم ارتباط برقرار کنم، حتما باید میرفتم بهش میرسیدم. الان راحت میتونم در لحظه بدونم کجاست، در لحظه بتونم بهش پیام بزنم، ابراز علاقه بهش بکنم، اون به من اطلاع بده. این یه امکان فوق‌العاده است. چرا این امکان فوق‌العاده رو حذف کنیم؟ اما اینا یه ابزاره که ما باید چرایی رسیدن بهش رو در واقع پیدا بکنیم و اینکه انسان بودنمون. یه سگانه دیگه بگم، من معروفم به سگانه ها، غیرت و همت و معرفت رو گفتم. یه سگانه ای هم ما داریم، بشر، انسان، آدم. در سطح بشری پیامبر میگه من بشری هم مثل شما، ما همه این همیم، مثلا میگه انا بشرون مثل کن. اما اونجایی که هویت انسانی میاد وسط، یه ویژگی هایی میاد، میگه لیس للانسان الا ما سعا، یا خلق الانسان فیک، انسانو در سختی خلق کردیم، یا حالا تعریف هایی که جای دیگه وجود داره. اما یه بخش آدمیت هم داریم که میگه علم آدم اسما، یعنی به آدم اسما رو یاد داده. ما باید بتونیم بپذیریم که یه ارتباطاتمون در سطح بشریه، قرار نیست که همه مثل هم باشیم. هر کسی میتونه یه، توی خانواده هر کسی میتونه یه شکلی باشه. قصه هامون، داستان هامون، اساطیرمون، اینا سرمایه اجتماعی ماست و ما به رسمیت شناختن آدم ها رو که بپذیریم زاویه دیدشو، روایتی که میکنه، فهمی که داره از ماجرا. چرا من باید فکر کنم که روایتی که آقای پویانفر داره از زندگی، از اجتماع، از خانواده حتما غلطه و روایت من درسته؟ ما در خانواده بهتر است داریم، درست و غلط نداریم، یه چیزی از یه چیزی بهتره، نه اینکه این غلطه اون درسته. این نکته‌ای که شما میگید که نقش‌های خانوادگی هی واگذار شده به سایر نهادها، مهد کودک اومده، ما دیگه بچه همون خودمون تربیت نمی کنیم، مدرسه اومده، دبیرستان اومده، تلویزیون، رادیو، اینا همه جز به چیزاییه که میتونه به سرمایه اجتماعی ما کمک بکنه، به شرط اینکه ریشه، یعنی مثل آوندهایی که این از این ریشه ارتزاق میکنن و تبدیل به میوه میکنن اتفاقات و رفتارها و منشهای ما رو. من یه خاطره بگم،
رفتیم خونه یکی از اقوام، این جا کفشی که کفش میکنیم، من دیدم یه جایی هم گذاشتن که موبایل رو باید بذاریم توش. بعد اصلا مثل که مثلا ماشین رو پارک میکنی تو پارکینگ، کفش رو بذاری جای کفشی. یه جایی بود که وقتی بخواست وارد خانه بشی موبایل رو باید میذاشتی. علت رو پرسیدم، مادر گفتش که یه دوره شده بود که دختر تو اتاق نشسته بود، من تو آشپزخونه، میخواستیم با هم حرف بزنیم، تو فضای مجازی بودیم. آره. و فکر میکنم گم شده امروز ما، چون اینو که نمیتونن بگیرن ازمون. این جزء ابزار هاست دیگه. ببینید، من میخوام بگم که این امکان، این نعمت و این در واقع زمینه یک فراهم شده. من خوشحال تر میشم که شما با موبایلتون وارد یک خونه بشید، ولی انقدر جذابیت های گفت و شنودی در اون خونه باشه که شما نیاز پیدا نکنید به موبایل. خلاقیت خانواده هاست که بتونیم از این عنصر استفاده کنیم برای، و این خلاقیت ها وجود داره. ما یک خودباختگی، یک استیصال، یک ناامیدی، یک بی‌انگیزگی داریم. یه سگانه دیگه بگم، برای ارزیابی عملکرد میگن که 3 تا چیز رو باید در نظر بگیریم: قابلیت، فرصت و انگیزه. یعنی اینکه من مثلا یه قابلیت‌هایی دارم، یه جایی درس خوندم، یه توانایی‌هایی دارم، قابلیت‌های منه، چقدر به من فرصت دادن که این قابلیت‌ها محقق بشه و من چقدر انگیزه داشتم. ولی علمای مدیریت میگن که اگه کسی انگیزه نداشته باشه، قابل‌ترین آدم‌ها و طلایی‌ترین فرصت‌ها از دست میره. این که من در مورد هیئت حرف میزنم، هیئت یک انگیزه فوق‌العاده در آدم‌ها ایجاد می‌کرده که قابلیت‌ها بیاد. حتی یه کسی قابلیتم نداشته، قابلیتو کسب می‌کرده و فرصتم برای خودش می‌ساخته. خانواده رو باید بهش انگیزه بدیم، باید بهش امید بدیم، و این امید و انگیزه با حفظ احترام فقط از زنان برمیاد. اون چیزی که موتور محرکه هر خانواده‌ای، دختران و زنان اون خانواده هستن، نه اینکه ارجحیتی باشه. یه خانواده است دیگه، اصلا ارجحیتی نیست. این ذات زنه که زندگی بخشه، این ذات، این تمایز نیست، امتیاز نیست آقای پویانفر. همونطوری که قدرت، استحکام و در واقع ریشه رو مرد به وجود میاره، همونطورم و ما باید این قابلیت رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم که چقدر میتونیم با بها دادن، با دیدن، با احترام گذاشتن و با زمینه ایجاد کردن برای یک جامعه، نه به دور از افراط و تفریط های فمینیستی، نه با خردگرایی و اینکه هر چیزی جای خودش باشه، ولی انگیزه رو در خانواده زن ایجاد میکنه. مواجهه مرد با زن اولین بار با مادرش. شما به دنیا که اومدی اولین بار با مادرت مواجه شدی، بعد با خواهرت، بعد با همسرتون و بعد با دخترتون. دختر داشتن عالی ترین حس مردان است و مردانی که دختر دارن از حس عاطفی، ذهنی، روانی کامل ترین مردانن. این اصلا ادعا نیست و کاملا مشهوده، اصلا نمیخوام افراط و تفریطی در گفتگون باشه. دوستانم که دختر دارن همه اینو میگن. همین، کسانی که پسر دارن یه خلعی رو احساس میکنن، ولی کسانی که دختر دارن هیچ وقت اون خلع رو احساس نمیکنن. و این که مثلا پیامبر با اون شأنش ام ابیها داره، یعنی دخترش براش مادرانگی میکنه. این مادر بودن، خواهر بودن، همسر بودن و دختر بودن مهارتیه که ما یاد بچه هامون نمیدیم. و از اون طرف برادر بودن، پسر بودن، شوهر بودن، پدر بودن رو یاد پسرهامون نمیدیم. آرزو میکنم که هیچ خونه‌ای بدون دختر نباشه. خدا به همه جوانامون اولاد بده. داریم استفاده میکنیم. بریم برگردیم. داشتم میگفتم که خدا هیچ خونه‌ای رو بی دختر نذاره. ولی دختر داشتن خیلی مسئولیت سنگینیه آقای پویا. شما دختر دارید؟ من 2 تا دختر. ماشاءالله. 1 30 ساله و 1 15 ساله.
اوه ماشاءالله، آه چه فاصله. و جالبه بدونین، خیلی شکاف نسل ها رو قشنگ داخل خانه ده. جالبه که فاصله سنی دختر اول من و دختر دومم دقیقا مثل من و مادرمه. یعنی من و مادرم 15 سال با هم اختلاف سنی داریم و ارغوان و آرام که دوتا دخترای من هستن اونا هم 15 سال اختلاف سنی یه دارن. سوال، اون وقت فاصله شما با مادرتون و فاصله شما با دخترتون چجوریه؟ ولی فاصله اجتماعی، بله، فاصله نگرشی فرهنگی. و فرهنگی بین من و مادرم خیلی کمتر از در واقع من با دختر آمد، به خاطر اینکه شتاب زیاد شده و ما در سرعت هجوم، تحول. بله، و ما در هجوم معناهای مختلف هستیم. و من چون زبانشناسی خوندم، کلمه ها خیلی مهمن. کلمه ها مثل آدم ها به دنیا میان، بچگی دارن، نوجوانی دارن، پیری دارن. مثل همین کلمه عشق، من میگم اگه مادر بزرگ من به پدر بزرگم میگفت که من عاشق این عباس آقای سر کوچم، حتما یه قتلی اتفاق میافتاد. اما الان مثلا من به همسرم، به من میگه من مثلا عاشق فیلم های فلان هنرپیشم، من میگم من عاشق کارهای آقای حاتمی کیام یا عاشق آقای حاتمی، ادبیات و هیچ اتفاقی نمیفته، چون کلمه عشق بار عاطفیش رو و بار معناییش رو تغییر داده. این کلمه ها مهمن و ما ای کاش که توی خانواده وقتی کلمه به کار می بردیم دقیق و درست به کار می بردیم. شما با ادبیات سر و کار دارید، شما خودتون می دونید وقتی که می خواین یه مجلسی رو شروع کنید، اون جمله ابتداییش خیلی مهمه که از کجا شروع میکنید. ما تو از زبانشناسی میگیم ها و که بیمعنیه، معنی نداره در ذات خودش، اما میتونه دوتا جنجال ایجاد کنه. یعنی شما وارد خونه میشی، غذای جلوت میذارن، میگی که مثلا این سوپ سرده ها، میگه خب گرمش میکنم، میگه این سوپ سرده که، سرده که سرده. دو تا مواجهه مختلف با یه ادبیات کوچیک ایجاد میکنه. اینکه دختر داشتن خیلی مهمه، اینه که ما باید ادبیات حرف زدن با دختران رو پیدا کنیم. شما به عنوان یک خانم فعال با یه رزومه درخشان، صاحب دو تا دخترید که خودتون میگید خیلی از لحاظ فرهنگی چی کار دارید باشون میکنید؟ من حتی فکر میکنم اولی با دومی هم فاصلهش کیلومتر باشه. اصلا خیلی زیاده. ببینید من تمام تلاشم رو کردم. اولا که نمیشه نسخه برای همه پیچید. یعنی ممکنه نسخه ای که من کار کردم، ولی تجربه ای که از اینه که ما فقط باید بتونیم بشنویم و به رسمیت بشناسیمشون، اجازه بدیم که ابراز وجود بکنن. دختر اولی با دختر دومی چقدر فرق داره؟ خیلی فرق میکنن. ببینید نگاهشون به دنیا متفاوته و نگاهشون و ما این نگاه، این زاویه دید رو به خاطر سرمایه، ببینید ما یه سرمایه اقتصادی داریم، یه سرمایه فرهنگی داریم، یه سرمایه اجتماعی داریم. سرمایه اقتصادی هم از راه ارث به دست میاد، هم از راه تلاش. من ارث بهم رسیده یا خودم تلاش کردم. سرمایه فرهنگی فقط از راه تلاش به دست میاد، میگه گیرم پدر تو بود فاضل. سرمایه فرهنگی دختر من مال خودشه، حالا مامانش دکتره، باباش نمیدونم مهندسه، اینا مهم نیست. اینکه خودش بره درس بخونه، بره فیلم ببینه، معاشرت بکنه، کتاب بخونه، یه سرمایه فرهنگی برای خودش گیر میاره، فقط زایده تلاش خودشه. اما یه عددی به نام سرمایه اجتماعی وجود داره که هیچ ربطی نداره به این که من چقدر تلاش میکنم. این که میگم خانواده مهمه، سرمایه اجتماعی بسته به این که در چه خانواده ای، در چه زمانه ای، در چه محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنیا اومدی، اون سرمایه اجتماعی محقق میشه. مثلا نسل من همچنان موز براش میوه اشرافیه، چون بچگیمون موز نبود. بنابراین وقتی که من مهمون دارم، اگر موز نخرم حتما فکر میکنم که دارم کم احترام میذارم. ولی دختر من یه همچین چیزی نداره. سرمایه اجتماعی دختر من، دختر اولم که متولد 72 با سرمایه اجتماعی دختر دومم که متولد 86 متفاوته، و با سرمایه اجتماعی من و سرمایه اجتماعی مادرم و مادر بزرگم. ما باید سرمایه اجتماعی همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. شاخصه نسل مادرتون چی بود؟ شاخصه نسل مادر من مدیریت مغلوب بوده، پشت صحنه بودن بوده، ولی من یه مقداری جلوتر نسل اومدم. شما
من یه مقدار جلوتر اومدم، نقش آفرینی کردم و الان دختر من اصلا سهم خواهی میکنه. دختر اول سهم خواهی میکنه و دختر دوم انتقام میگیره اگه سهمشو ندی. ببینید سرمایه اجتماعی هر نسلی با هر نسلی فرق میکنه و من میخوام اتفاقا ارزش گذاری نکنید. ببینید همین خانواده، چرا ما الان خانوادهمون خانواده مولد نیست اگر آسیبی داره، چون تولیدی نمیکنه. من مادر قرمه سبزیم 7 ساعت طول میکشیده، الان با مایکروفر 45 دقیقه مثلا یک ساعت نهایت طول میکشه، چون سبزیش که آماده است، همه چیش آماده است، رودفز. بقیه ساعتامو چیکار میکنم؟ من از تولید جدا افتادم. سرمایه اجتماعی مادر بزرگ من غیرتی بوده که یک لحظهش بیکار نبوده. از پای قالی بلند میشده میرفته سر غذاش، از غذاش میرفته بچهش رو شیر میداده، ترشیش رو درست میکرده، مرباش رو، یک مولد بوده، تولید میکرده. ما به اسم اشتغال تولید رو کشتیم و به خاطر همینه که خانواده کار کرده تولید ثروتش رو از دست داده. همه این چیزایی که شما در مورد دهه 60 ها نگفتید، همه یه نسل ها میتونن در مورد خودشون توضیح بدن. ما انقلاب کردیم، خانواده بودیم، بردیم. جنگ بود، خانواده شدیم، بردیم. تو دوره سازندگی رفتیم تو سراغ تئوری های سازندگی اومانیستی یا سوسیالیستی، باختیم. احسنت. ببینید پس اگر من میگم کارکرد خانواده محوری و سرمایه اجتماعی، به رسمیتش شناختن سرمایه اجتماعی، الان فضای مجازی جزءش سرمایه اجتماعی نسل جدیده. دوره الان دوره اقناس، دیگه اقواگری فایده ای نداره. ما نمیتونیم با اقوا بریم جلو، برای همین رسانه ها متعددن. باورپذیری وقتی اتفاق میفته که من اقنا بشم و اقنا مبتنی بر سرمایه اجتماعی شکل میگیره. دختر جوان منو باید مبتنی بر ادبیات خودش قانعش کنیم. من با ادبیات و جمله های خودم برای نسل گذشتم نمیتونم اونو قانع کنم. اصلا براش باورپذیری نیست. یعنی چی میگه؟ من نمی فهمم مامان چی میگی شما، من متوجه نمیشم تو چی میگی. این دایره کلامیمون رو باید وسیع کنیم. هر وقتی که تونستیم بتونیم معنای خانواده رو اونطوری که اصیله، معنای پدر شدن و مادر، حتی همین مادرانگی رو، ما چرا باید مادرانگی رو و فرهنگ مادر شدن رو گره بزنیم به بچه دار شدن؟ خیلی از زنان ما بچه دار، حاج خانم در واقع مجتهده هایی بودن که بچه دار نشدن ولی مادرانگی کردن برای شاگرداشون. حضرت معصومه، اینا همه نکته هایی که اینا مادرانگی نداشتن. یعنی مادرانگی فرهنگ به یک اتفاق بیولوژیک نیست. سه سطح بشر، آدم، انسان رو براتون گفتم. ما واقعیت باید احساس بکنیم اگه اشرف مخلوقاتیم، یعنی در تیکه تیکه زندگی فکر میکنیم. چرا ما الان میدونیم چگونه ازدواج کنیم، بلدیم، کوردینیتورا و مراسم برگزار کننده هم بهمون میگن چجوری ازدواج کنیم، میدونیم چجوری بچه دار بشیم، ولی چراییشو بپرسیم. چرا ازدواج میکنیم؟ دلیل داریم براش؟ خب وقتی که یه بار یه جلسه ای بود در مورد علل طلاق حرف می زدن، همه عللهای مختلفی رو می گفتن. یکی می گفت نمیدونم اقتصاده، یکی می گفت بی تربیتی بچه هاست، بی مسئولیتی ما. من رسید گفتم آقا اصلی ترین علت طلاق ازدواجه. همه خندیدن. گفتم آخه ازدواج بد به طلاق منجر میشه. شما اگه میخواین طلاق رو کم کنی باید ازدواج رو درست کنی. ببینین ما اگر این که میگم انگیزه بخش، میخوام جمله ها رو بگم یه پیوستاری داشته باشه، این که میگم انگیزه بخشی در زندگی زنانن، برای اینکه زنان در عین غریزی بودنشون چند ساحته فکر میکنن، میتونن ساحتهای مختلفی رو در یک جواب، در یک گفتگو پیش ببرن. سه تا عنصر رو میگن که برای شهود لازمه: مود، اسپیس و اتمسفر. مود درونی آدم هاست. شما درد نداشته باشی، گره شخصیتی نداشته باشیم، نمیدونم حسود نباشیم، این مود درونی ماست که مودمون خوب باشه، مریض نباشیم. این مود باید. اسپیس
فضاییه که درش قرار میگیریم، استرکچریه که شما الان اگر این یه دکور مدرن بود حتما حرفهای من و شما یه شکل دیگه ای میشد. لباسی که و اتمسفر حال و هوایی که ایجاد میشه، اون حال و هوای ایجاد شده است. شما فکر کنید در خانواده ما چقدر اتفاقات خوب رو رقم میزنیم، یه کاهو سکنجبین میخورن کلی حالشون خوب میشه. من این مثال رو همیشه میزنم، تخم مرغ آبپز. خب تخم مرغ آبپز هیچ دانش آشپزی درش به کار نرفته، تخم مرغ آبه و شعله است. چه اتفاقی میفته که تخم مرغ آبپز مادر آدم یا تخم مرغ آبپز نوروز سر سفره هفت سین اینقدر میشسته، اینقدر طعم داره، غذای رستوران شیک مجلل پر تزیینات آن نداره. بنده یه طلعت آن باش که آنی دارد. خانواده آن آدم ها، ما باید آن خانوادگیمون رو تقویت بکنیم. پدر جای خودش، مادر جای خودش، بچه ها جای خودشون. ما یک خانواده ایم، هر وقت خانواده شدیم بردیم. کربلا مونده چون خانواده بوده، اگه فردی بود این همه قیام در طول تاریخ اتفاق افتاده چرا نمونده؟ چرا اینطوری سینه به سینه منتقل نشده؟ چون راویانش، قصه گوهاش تو خانواده ها رشد نکردن و خانواده ریشه اون قصه نبوده. کانون خانواده هاتون گرم، ما که داریم استفاده میکنیم، برمیگردیم. در خدمت سرکار خانم دکتر جلالی هستیم. خیلی ممنون واقعا. من که خودم خیلی بهره بردم و یاد گرفتم. خیلی سالها شما در رسانه فعالیت کردید، برنامه ساختید، مدیر بودید، کارهای موندگار. وضعیت امروز ما رو تو حوزه رسانه چطور میبینید؟ ببینید آقای پویانفر، من همیشه سعی میکنم که یک نگاه تفکر انتقادی به هم یاد داده که بتونم تمام شرایط رو با هم دیگه، آبشخورها رو، علتها رو پیدا کنم. اینکه ما فقط مثلا یه نگاه توصیفی داشته باشیم و اینکه توصیف کنیم که حالا یه اتفاق افتاده، یا برعکس یه نگاه ظرفیتی داشته باشیم هی بگیم ما یه همچی ظرفیتهایی داریم، خیلی درست نیست. من فکر میکنم تناسب ظرف و مظروف در رسانه ما به هم خورد. محتوا مهمه، فرمم مهمه. اگر ما محتوا، قصه کلیل و دمنه رو همه شنیدن، لکلک و روباه مهمانی برگزار میکنن، یه سوپ خیلی خوب و در یک ظرفی میریزن که مناسب مهمانشون نیست. رسانه ما یه دوره دچار فرم زدگی شد، فرم اومد وسط و شکل‌های مختلف، منتها این باید تناسب داشته باشه. رادیو، آن چیزی که در رادیو پخش میشه، شما خودتون اهل رسانه، اون اثری از شما که در رادیو پخش میشه با اون اثری که تصویرش تو تلویزیون پخش میشه یا اون کسی که در محفل شما حضور داره چقدر متفاوته، نوع معنایی که تولید میشه. رسانه ها ظرف معنا پیدا میکنه، به هویت میده، به محتوا. رادیو شبیه تره به کرسی و منبر ما. تلویزیون ظرف تبرجه، بالاخره باید بیای میگه بیا منو ببین، اصلا باید فریاد کنه بیا منو ببین. اگه جذابیت های بصری وجود نداشته باشه که تلویزیون تلویزیون نیست. حالا ما بهترین حرف ها رو در تلویزیون بزنیم، اگه جذابیت بصری ایجاد نکنیم دیگه تلویزیون از کارکرد خودش خارج میشه. و سینما همینطور، سینما هم ظرف خودشه، باید کارکرد خودش رو داشته باشه. و حالا پلتفرم ها و ویودی ها که هر چی گذشته اختیار به دست مخاطب افتاده، به قولی مشتری پادشاه شده، اونه که تعیین میکنه. میتونه کانال رو عوض کنه، میتونه الان صحبت های من و شما رو بزنی جلو نبینه، دورش رو تند کنه. من خودم بعضی وقتا پادکست که گوش میدم دورش رو تند میکنم، چون احساس میکنم مثلا اون کسی که داره حرف میزنه برای من کنده. یعنی من مخاطب تعیین کنندم دیگه. من نمیتونم بر اساس نظریه‌ای که حالا ما دهه 60 و دهه 70 میگفتیم هر چی که ما میگیم مخاطب قبول میکنه، تموم شده. اصلا دیگه مخاطب وجود نداره، یوزر، کاربر وجود داره. و از اون مهمتر دیگه الان خودش داره تولید محتوا میکنه. اگه شما
توی مثلا یه پلتفرمی یه یادداشتی میذارید، تو توییتر یه توییتی میزنید، شما یه تولید محتوا کردید، یه توپی پرت کردید، حالا میره برمیگرده. مخاطبین شما هم تولید کنندگان محتوا هستن. یه سگانه ای رو اول بحثم گفتم، بینش، نگرش، منش. توی رسانه ما باید مبتنی بر بینش، نگرش ایجاد کنیم و رفتار رسانه‌ای داشته باشیم و آن چیزی که سرمایه اجتماعی مخاطب ماست. ما نمیتونیم با سرمایه اجتماعی قد مثل پول و سکه رایجه، من آیا میتونم مثلا پول و سکه رایج پدر بزرگم و الان در مغازه خرج کنم؟ حرف‌های قدیمی هم الان دیگه خریداری نداره. وقتی من میتونم گفت و شنودی رو با نسل جدید، با مخاطب امروز، با کسی که شعور و فهم امروز رو داره، با در دنیای امروز داره زندگی میکنه، بتونم یه گفت و شنودی رو سامان بدم که دایره معنایی اونو بشناسم. شیرازی های غذایی دارن به نام دو پیاز آلو. بله. شما حتما دنبال آلو میگردید توی اون غذا، ولی شیرازی ها به سیب زمینی میگن آلو. اگه من این هم فهمی رو نداشته باشم، خب مثلا تعجب میکنم یا یه سوء تفاهم های رسانه‌ای که پیش اومده و محتواهای خیلی خوبی که در ظرفهای بد ریخته شده و محتواهای خیلی بدی که در ظرفهای خوب ریخته شده، فرقی نمیکنه، هر دوتاش به یک میزان آسیب زنندن و ما باید بتونیم تناسب ظرف و مظروف رو حفظ بکنیم. دوچار یک کلیشه گرایی شدیم. من خودم هم شاید خیلی اشتباه از این جهت ها کردم، ولی ما باید جایگاه خودمون بدونیم. اولا در سپهر رسانه‌ای ما منحصر به فرد نیستیم، یه روزگاری منحصر به فرد بودیم دیگه، یه برنامه صبحگاهی داشتیم، الان پس بنابراین این تکثر خودش هست. میتونه انتخاب کنه برنامه رو چه ساعتی ببینم. زاویه دیدها متعدد و متنوع و بعد حتی کارکردها. ما یه روزگاری خبر داشتیم، نمیدونم فیلم داشتیم، موسیقی داشتیم، جدا بود. الان همه چی به قولی دنیای تلفیقه، یعنی ادوتیمنت داریم، آموزش از راه سرگرمی، اینفوتیمنت داریم، اطلاع رسانی از راه سرگرمی. این فضاها باید در واقع مدیریت رسانه. آقای پویانفر، ما اسم مدیریت فرهنگی میبریم ولی دو تا روی کرد داریم نسبت بهش. مدیریت فرهنگی، فرهنگ را مدیریت کردن نیست، فرهنگی مدیریت کردن است. ما باید فرهنگی مدیریت کنیم. فرهنگی مدیریت کردن در دنیای امروز یعنی چی؟ یعنی من باید بتونم از این اسکواش دست بردارم، فکر کنم یه توپی میزنم به دیوار برمیگرده. نه، مخاطب دیوار نیست، مخاطب روح داره، در واقع قضاوت داره، پیشینه داره، شکل و شمایل داره. سرمایه، با سرمایه اجتماعی خودش منو میفهمه، نه با سرمایه اجتماعی من. از مفهوم کربلا، از مفهوم محرم، از مفهوم حسین، از مفهوم دین، با سرمایه اجتماعی خودش میفهمه. این چیزی که میگن دختر و پسر باید هم کف باشن، این اصلا هیچ ربطی به سرمایه اقتصادی نداره، هیچ ربطی به سرمایه فرهنگی هم نداره، فقط سرمایه اجتماعیه. بنابراین یه دختر فقیر، یه پسر فقیر با یه دختر پولدار و یه پسر پولدار میتونه ازدواج مناسبی داشته باشه، به شرط که سرمایه اجتماعیشون یکسان باشن. و یک دختر دکتر و مهندس با یه پسر دکتر و مهندس، با یه دختر و پسر بی سواد و چه میدونم دیپلم و سطح پایین از حیث سواد، میتونن با هم دیگه ازدواج کنن اگر سرمایه اجتماعیشون یکی باشه. ازدواج سرمایه اجتماعی مهمه. سرمایه اجتماعی مهمه در ارتباط. اصلا من ازدواج یه جور ارتباط دیگه، اینا همه توی رنجن. در ارتباط سرمایه اجتماعی مهمه. اگر من با کسی که میخوام باش ارتباط برقرار کنم، حالا این میتونه شاگردم باشه، میتونه کارمندم باشه، میتونه همسایم باشه، میتونه دخترم باشه، همسرم باشه، با هر کی میخوام ارتباط برقرار کنم، اگر دنیای اونو در نظر نگیرم، اگر سرمایه اجتماعی اونو در نظر نگیرم و متناسب با اون سرمایه در دایره فهم اون صحبت نکنم، از ادبیات اون استفاده نکنم و نشنوم حرفشو، هیچ وقت این ارتباط به ثمر نمیشینه.
عنوان یک مادر و یک فعال فرهنگی و یک مسئول در حال حاضر بزرگترین دغدغه‌تون؟ بزرگترین دغدغه‌م اینه که تقویت توجه بیارم به اون چیزی که داشته هایی که ما داشتیم تحت عنوان صنایع دستی. من مسئولیتم معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانه و ما در هنرهای سنتی و صنایع دستیمون کل روح خانواده رو، یعنی شما تولید عشق و عاطفه میکنی چون استاد و شاگرد که با هم دیگه یه مراوده‌ای دارن، رودوزی به هم دیگه یاد میده، گره چینی یاد میده، نمیدونم منبت و معرق و تذهیب و 299 تا محصول ما داریم. یه رابطه عاطفی شکل میگیره، اخلاق و قانون شکل میگیره، تولید سلامتی میکنه و تولید ثروت. من فکر میکنم صنایع دستی، هنرهای سنتی که خانواده محور تو خانواده ها شکل گرفته، معیشت هویت بنیان ماست و معیشتیه که آغشته به عزته. چون من اگه برم به یکی وام بدم یا این نهادهای حمایتی که میرن کمک میکنن مستمری میدن، عزت اون آدم رو تحت شعا قرار میدم. ولی تولید، خلق زیباست. این که من چرا ما خانوم های عشایرمون اینقدر اعتماد به نفسشون بالاست؟ به خاطر اینکه خلق میکنه، تولید میکنه، ولی خانوم دکتر ما در پنت هاوس احساس اچاف داره. احساس اچاف از خود اچاف بدتره، همونطوری که احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. ما بعضی وقتا فقط جنگ تحمیلی نداشتیم آقای پویانفر، یه سری مسائل تحمیلی هم داشتیم. اقتصاد، نوع نگاه ما به اقتصاد مسائل تحمیلی بوده که به ما تحمیل کردن. مسئله زن مسئله‌ای بوده که به ما تحمیل کردن. زن ایرانی همیشه با اعتماد به نفس بوده، همیشه در متن جامعه بوده و همیشه زندگی ازش برخواسته، هیچ وقت در حاشیه نبوده. شما مثالاش زیاده، مثالاش رو ببینید. و متاسفانه ما با نگاه با ذره‌بین های متعادل، معقر و مهذب مسائل رو نگاه میکنیم، یا بزرگ نمایی یا کوچک نمایی. یک خارجی ازتون سوال میکنه که این واقعه عاشورا چیه؟ چجوری براش توضیح میدین؟ باید بر اساس سرمایه اجتماعی اون صحبت کرد. ببینید، ما مناسک مختلف عاشورایی داریم و اتفاقا گردشگرانی رو داریم که این گردشگران برای دیدن این مناسک میان. حسینیه اعظم زنجان شاهد حضور گردشگران خارجیه. مراسم گلپاشی گلمالی لرستان خیلی ها شاهدشن و شاید برشون سوال باشه این چه کاریه؟ عزاداری یزد، تعزیه خانه‌های تهران که اصلا این رژه میمونه. عزاداری یزد اصلا یه نخگردانی اسلوب خاصی داره. ببینید، قصه های ما کارکرد های مختلفی دارن که ما باید بگردیم اون کارکرد رو پیدا کنیم و برای گردشگر خارجی توضیح بدیم که حسینیه زنجان این مناسک عظیم یک همگرایی اجتماعی ایجاد میکنه که فارغ از این که تو دکتری، استاد دانشگاهی، عرضم به حضور شما که یا فقیری، هر چیزی که هستی، در یک پیکره، در یک ظرف، یک اتصال ایجاد میکنه، یک وحدت اجتماعی میاره. و بر اساس یک قصه، یک کتابی هست به نام قلاب ها، اینها به هم قلاب میشن. این قلاب هاست که جذابه. مناسک ما همش از نوروز گرفته تا همین مناسک عاشورایی یک حکمت خانواده بنیان داره. این نماد خانواده ایرانیه که در عزا، شما حتما اهل هیئتی، به نظر من ابتهاج خالص رو در هیئت میشه پیدا کرد. برای نشاط عمومی این مراسم ایجاد میشه، برای اینکه یک عزاداری که وقتی تموم میشه نشاط داره. بله، این یک برون ریزی اجتماعیه به واسطه یک امر مقدس و اون خارجی حتما احساس میکنه. همون سگانه
بشر، انسان، آدمی که گفتم، سطح بالای عزاداری که توفیقات اصیل و اتصالات آسمانیه به کنار، سطح اجتماعیش رو همه درک میکنن و به خاطر همین حسین جهانی میشه. شما راه پیمایی اربعین برین ببینین چه کسایی میان، همه هستن، چون یه احساس یکدلی، احساس همگرایی، یه انسانیتی در قصه حسین علیه السلام وجود داره که همه اونو به عنوان یک پدر که شاهد مرگ فرزندش بوده، همه اونو به عنوان یک برادر که برادرش رو از دست داده، همه اونو به عنوان یک پسر که داعیه فرهنگ پدرش و در واقع حق پدرش رو داره، میفهمن و درکش میکنن. یعنی اگر که ما بخوایم امام حسین رو فقط در چارچوب معصوم بودن و امام بودن برای کس دیگه ای توضیح بدیم، کسی که در گفتمان درون دینی ما نیست شاید متوجه نشه، ولی وقتی امام حسین میشه پدر، همه حس پدرانگی رو از ایرانی و خارجی، نسل‌های متمادی، حس پدرانگی رو درک میکنن. کجای کربلا خیلی براتون سخته؟ من مادر بزرگم یک حکمت عمیقی داشت و یک دستمالی داشت که همیشه محرم‌ها این دستمال رو می آورد و می گفت این اشک‌های ما برای امام حسین برکته و سالیان متمادی اشک‌هاش رو توی اون دستمال گذاشت و بعدم گفت با من دفنش کنید. من صحنه خیلی از قدیمی هاست، ولی یادشون کردم. ببینید، درام یه چیزیه که شما بتونید باهاش به یک شهود شخصی برسید. من فکر میکنم زیبایی هایی که حضرت زینب میبینه برای من تکان دهنده ترین صحنه است، که در اون صحنه میگه که من هیچ چیزی جز زیبایی نمیبینم، فقط یک زن میتونه این صحنه رو اینطوری تشریح کنه، به خاطر اینکه پویایی، زندگی و اثر بخشی لحظه ها رو در اون تلخترین قصه میبینه. و من فکر میکنم که با شکوه ترین لحظه، لحظه ایه که در تل زینبیه حضرت زینب میایسته و میگه من جز زیبایی هیچی ندیدم. و سوال آخر به عنوان یک خانوم، اگه برگردید به 1400 سال قبل، یه طرف لشکر دشمن، یه طرف لشکر امام حسین، و دقیقه ای بهتون فرصت بدم با لشکر دشمن صحبت کنید، چی میگید؟ فکر کنم اصل جمله رو خود امام حسین گفته که اگر دین ندارید آزاده باشید، و من فکر میکنم که دعوت میکردیم به این آزادگی، اما نباید از اثر لقمه های حرام غافل بود. فقط گفتن نیست، شنیدنم مهمه. من بعید میدونم که در لشکر گوشی برای شنیدن حتی بهترین حرف ها وجود داشته باشه. در سختی ها به کی توسل میکنید؟ خیلی فرق میکنه، ولی من همیشه این افوض و امری الالله، همیشه در سخت ترین لحظه هایی که کم آوردم احساس کردم که میشه به یک نیروی جاودانه عمیق متصل شد و دل در گروه اتفاقاتی که اطرافمون میفته نبست. حتما حکمتی هست در تلخترین حادثه‌ای که پیش میاد، یا اون چیزی که دوست دارم بشه و نمیشه، میگم حتما یه حکمتی وجود داره، به حکمت اون پشت میکنم، یعنی پشتوانم حکمت اونه. اگه بهتون اجازه بدن یکی از صحنه‌های کربلا رو پاک کنید از تاریخ، این پاک کردن چه نتیجه خواهد داشت؟ میدونید سوالم چیه؟ یعنی به شما اجازه بدن یکی از این مصائب از بین بره، این حداقل این یه دونه نباشه. فکر میکنم که حتما، البته در وجودش حکمتی بوده که اتفاق افتاده و این سلسله اتفاقات، ولی حتما حادثه علی اصغر رو حذف میکردن.
ما هر چه داریم از کودکانمونه و وقتی کودکی مورد هجوم قرار میگیره یعنی کل جهان مورد هجوم قرار گرفت. ممنون از محبتتون. ممنون از شما که دعوت کردید. فکر میکنم توفیق حضور در محلا یک توفیق عجیبه. من اعتقاد دارم آقای پویانفر، سگانه آخرم رو بگم، که ما برای همه کارهای زندگی تدبیر میکنیم، بر اساس تدابیرمون تدارک میبینیم، اما تقدیرمون و اون قدر فهدا، اون تقدیر، اون لحظه‌ای که باید بهار اون لحظه که اینجایی و اکنونیه، باید یه همچین اتفاقی میافتاد، شاید تا سال دیگه نباشیم. و این توفیق من بده. ممنونم. این از طرف محلا نمیتونم بگم ناقابل، شما درد نکنه تربت امام حسین، سلامت باشین انشاءالله که ما بتونیم مناسک کربلا رو به بهترین نحو راویگری بکنیم، همونطوری که انشاءالله و قصه هاشو زنده نگه داریم با حکمتش. قصه ظاهری میوه مصنوعیه، با طعمش به قولی میگه که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن نباش که مضمون نمانده است. ما باید زاویه دیده جدید به روز و همه فهمی پیدا کنیم. ممنونم. دیگه آخرش دعام یه سگانه باشه از سمت شما. من سگانه‌ای که قراره دعا بکنم اینه که هم طبیعت به طبیعت بتونیم احترام بذاریم، هم به خودمون، و هم این که در برابر خدای خودمون مسئولیت‌ها رو انجام بدیم. خودمون، طبیعتی که اطرافمون هست و خدایی که بالای سره، مسئولیت‌های بزرگیه و من همیشه نگران این مسئولیت‌ها در قبال خودم، در قبال محیط اطرافم و طبیعت اطرافم و در قبال خدا خواهم. هر کدومش مثلثیه که متساوی الاضلاع نیست. بعضی وقتا خودمون فربه میشیم، بعضی وقتا به بقیه خیلی اهمیت میدیم، بعضی وقتا فقط خدا رو در نظر میگیریم. خدا میگه من حقمو میبخشم، مراقب حق و ناس باش. نمیدونم که فرصت دیگه ای هم هست یا نیست، آن دیگه ای هم هست یا نیست. نفس کشیدیم و نفس میکشیم عاشقی رو زیر خیمه امام حسین تا اون وقتی که بهمون اجازه بدن، و همه امیدمون اینه که آخرین کلاممون باشه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شبتون بهشت زیر سایه امام حسین. اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، اللهم اجل عواقب امورنا خیرا، اللهم اجل ولی کل فرج یا علی مدد. به جز گریه بر غمای اربابم چیزی ندارم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. همه گریانن جز نوکران تو، در روز محشر ز تو میخواهم ای شاه بی سر.
گردم مشهور با ساقی لشگر با عبدالله سالار زینب.